میتونید یا آموزش درست کردن بادمجون کبابی برای میرزاقاسمی میخوام بهتون آموزش بدم. منقلتون داغ میکنه و بادمجون رو میزنید روش بمونه. بادمجون همون به این شکل در اومد، کم دیگر میبرش به پذیر در اومده است. خب بادمجونام به این شکل کباب شدن. اینا رو توی آب سرد باید بذاریم تا پوستش خیلی ساده جدا بشه. وقتی تو آب سرد باشه پوستش قشنگ در میاد. شما حتی برای درست کردن کشک بادمجون هم میتونید از این بادمجونهای کبابی استفاده کنید که طعم خیلی بهتری بهتون میده. به این شکل بادمجون ما آماده است. خیلی فقط نباید اینو کبابش بکنید، برای اینکه پوستش خشک میشه و دیگه هیچ گوشتی باقی نمیمونه. بهتر است که از بادمجونهای گوشتی و توپل استفاده کنید برای این کار. این حالا میذاریم توی آبکش تا آبش بره، از ساتورش میکنیم و میذاریمش فریزر تا استفاده کنیم. یعنی که اگه تازه میخواین که میتونید همون موقع استفادهش کنیم. آماده است. خب این بادمجون هم آبش رفت و به این شکل در اومد. حالا ساتونی میکنیم و دسته بندی میکنیم و میزنیمش فریزر. دیگه آماده است.